امشب هم در خدمت مهندس حسن شریعت مداری هستیم که در آلمان ساکن هستن. آقای مهندس حسن شریعت مداری فرزند مرحوم آیت الله شریعت مداری هستن، همونطور که مطلع هستید، فعال سیاسی، نویسنده، و من همواره از شیوه بیان و نحوه استدلال و صراحت لهجه و متانت سخن ایشان و صحتی که در اقوال ایشان هست همیشه تحسین کردم و گوش کردم به سخنانشون هر جا که مصاحبه ای داشتن در مواضع مختلف. امشب بسیار من خوشحال هستم که در خدمت آقای شریعت مداری هستیم و اجازه بدید که با آقای مهندس شریعت مداری صحبت کنیم. خود مخلص از ایشان، چون نخستین بار است که با هم صحبت میکنیم، سوال‌های بسیار دارم. اول می‌پردازیم به موضوع مهم مقاله ایشان که در واقع تجزیه و تحلیلی است از این عرض کنم که قرارداد، و بعد سوال‌های بسیار مهمی داریم به جهت اینکه مهندس شریعت مداری در قلب کارها بوده، در قلب انقلاب بوده، حضور پدرشان بودن و ماجرای خمینی رو ایشان بهتر از هر کسی می‌دانند. درود می‌فرستم خدمت شما مهندس شریعت مداری. خیلی سپاسگزارم از شما. من هم سلام دارم به شما و به همه شنوندگان و بینندگان شما. مهندس شریعت مداری، مقاله خیلی مفصل نوشتید و همه جوابنب رو بررسی کردید. اتفاقا خیلی عنوان خوبی هم برای این مقاله انتخاب فرمودید: خوشحالیم اما شکست را پیروزی جلوه ندهید. بسیار بسیار گویاست. خب حالا چرا بایستی خوشحال باشیم و چه کسانی دارن شکست رو پیروزی جلوه میدهن و از دید شما چرا شکست بوده این داستان؟ البته در مقاله هست اما برای عرض کنم که هموطنان عرض میکنیم. بله، ببینید، در مقاله من سعی کردم یک بار مرور کنم این واقعه رو و گرد و خاک ها رو، گرد و خاک های این سر و صدای بسیار را که هم از سوی ایران و هم از سوی کسانی که در خارج و داخل دلواپسند چنان فضا را به خود آلوده است که دیدن واقعیت بسیار سخته، بزدایم و یک تصویر روشنتری از این مسئله رو برای خوانندگان بیان بکنم. امیدوارم که اندکی موفق شده باشم. این تصمیم در روزهایی گرفته شد که انسان باید خیلی خوشباور یا زودباور باشه که بپذیرد این تصمیم به جهات استفاده صلح‌آمیز گرفته شد. من نمی‌دانم در پادگان‌های نظامی یک پروژه امنیتی در عمق چندین کیلومتری زیر زمین وقتی مدعی بشه که مشغول کشف رادیو ایزوتوپ های برای درمان سرطان و بیماری های مردم بوده و غربی ها پس از در حقیقت افشای این جریان به ناحق اون رو متهم کردن که میخواهد به سلاح های غیر متعارف و بمب اتمی دست پیدا کنه، این برای نوع من قابل پذیرش باشه. بسیار پذیرش چنین امری ممتنع عقلی است و اگر وجهی هم از عقلانیت در رفتن به سوی بمب اتمی ممکن بود، در چنین ورزیونی، در چنین روایتی سراسر جنون‌آمیز می نماید که یک سران مملکتی تصمیم بگیرند برای کشف رادیو ایزوتوپ های درمان سرطان به چنین تمهیدات عجیب و غریبی دست پیدا کنند. در مقاله نوشتم که از ابتدا امنیتی بودن و مخفی بودن این پروژه باعث شده است که از دید همگان مخفی باشه مدت‌ها. هیچ شرکتی ملت در تصویب چنین تصمیم سرنوشت‌سازی که سالها ایران را با حصر اقتصادی و انزوای بین المللی مواجه کرده نداشت. اگر چنین تصمیمی در برای در حقیقت استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی
در فضای عمومی بود، چه بسا مخالفت های اساسی با اون میشد. بله چه بسا فرهیختگان ما میگفتند که ما با وجود آفتاب فراوان، گاز بسیار، نعمت های خدادادی، احتیاج به انرژی اتمی برای یکی از آلترناتیف های انرژی خودمون نداریم. بله. زباله های اونو کجا دفع کنیم؟ کجا چنان استانداردی بیاریم که فاجعه مثل چرنوبیل عاید ما نشه؟ و اصولا چه احتیاجی به چنین مخفیکاری و چنین هزینه های گزافی در این هم هست؟ چنین چیزی یک سره پنهان از مردم شده و حتما مقاصد نظامی و مقاصد مخفی داشت. بله مهندس، با شما موافقم، چون اون چی مربوط به ریاکتور بوشهر هست یا امثال آن که اینها رو در واقع در بازار بین المللی زیر نظر IAEA میخرن میگذارن اونجا، اونم که به رادی اون ریاکتور کوچک دانشگاه تهران هست، این درست به مسابه این هست که شما بروید، شما نوعی رو عرض میکنم، 50-60 هزار گاو بخرید، بیاد میگه آقا چه میکنی؟ گفت میخواستم یه کفش برای خودم بدوزم. این همه گاو، این همه تأسیسات عجیب و خدا میداند چه فعالیت ها اینها کردن، چه پول ها به اون دانشمند پاکستانی دادن که شرحش در بعضی کتاب ها هست، از کره آدم آوردن و اینها رو در واقع در همونش که فرمودید زیر زمین ها، اینها در واقع یک پروژه نظامی بوده بدون هیچ گونه شک و تردیدی. و موضوع حق مسلم ماست چه شد مهندس شریعت مداری؟ اگر که حق مسلم ماست چرا از ما گرفتن پس؟ چه شد؟ اون که گفته میشد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، اصولا مورد انکار دنیا نبود. در دنیا هیچگاه با استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی هسته‌ای نه تنها مخالفتی نشده بود، اعضای NPT حق دارند و موظفند که از آخرین استانداردهای صنعت بهش دستیابی داشته باشند در مورد استفاده صلح‌آمیز، و همه اعضای NPT باید به همدیگه یاری برسند. اون چی که باش مخالفت میشد نظامی بودن، مخفی بودن و استفاده مخرب از انرژی اتمی است که در حقیقت در منطقه هم منجر میشد که تعادل استراتژیک منطقه ناگهان به هم بخوره و هم با خطر جنگ اتمی بیشتری دنیا رو مواجه میکرد در صورت دسترسی ایران، و باعث رقابت در تسلیحات نظامی و اتمی در منطقه میشد کما اینکه شده. بنابراین اصولاً چنین شعاری را که دولت به زبان مردم میگذاشت و عده‌ای از مردم را مانند بلنگوی خود به استخدام خود در میآورد، یک شعار انحرافی بود که میخواست بگه انرژی ما انرژی صلح‌آمیزه، وگرنه در مورد حق مسلم ملت ایران از استفاده از انواع انرژی ها دنیا اصولاً نقاشی نداشت مردم ایران رو اینها به خط بکنن و چنین شعاری رو به دهان اونها بگذارن. بله، چون حق مسلم شعار نداره. این داستان هم همونطور که مطلع هستید، آقای آیزنهاور آمد و در سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و عنوانش هم بود اتم فور پیس، و اینکه مردم و ملت‌ها اجازه دارن تحقیقات اتمی بکنن بر مقصود صلح، نه اینکه این طور کارها، یعنی همزمان این کارهایی که آقایان کردن از تقلیز اورانیوم بگیرید تا ساختن آب سنگین، اینها نشان میداد که به همه دنیا فهمیدن که این داستان نظامی است و مقصودم به دست آوردن عرض کنم که بمب اتمی است. خب بله، من نوشتم که چرا چنین تصمیمی گرفته شد. به احتمال قوی دو هدف داشت. یکی هدف حفظ نظام بود، با وجود اینکه معلوم بود که منجر به ایزوله شدن این نظام میشه، نمونه کره شمالی در جلوی اونها بود و پاکستان که چگونه با دستیابی به بمب اتمی از خطر تهاجم همسایگان خودشون، پاکستان از تهاجم هند و کره شمالی از تهاجم کره جنوبی
مسون مونده و اینها فکر میکردن مدلی میسازن که از این تهاجم مسون بمونن. یکی هم تفوق نسبی استراتژیک در منطقه بود، برای اینکه این نظامی که در ایران مستقر هست یک آمیزه ای از ترکیب یک فوندامنتالیسم شیعی با رویاهای بلند پروازانه، اگر نخواهم ناسیونالیسم را به وجود شائبه وجود اینا آلوده کنم، ناسیونالیستی در تفوق نسبی بر منطقه است. بنابراین این دو هدف رو دنبال میکرد و این دو هدف میگید چرا خوشحالی؟ یک، به این دلیل خوشحالیم که این پروژه مخفی مضر تبدیل به یک پروژه مفید صلح‌آمیز هسته‌ای به ناچار میشه. این خود یک چیزی است که جز به مدد دنیا برای ملت ما به ارمغان نمی آمد. یعنی این نظام ما را به پرتگاهی می برد که جز به مدد دنیا و با سختی هایی که ملت ایران کشیدن میسر نبود که چنین بنیان غلطی به یک صنعت مفیدی تبدیل بشه که ممکن است اگر در اختیار یک دانشمندان کارآمدی قرار بگیره یک نتایج مفیدی بده. ثانیاً بیش از هزاران میلیارد تومان و میلیاردها دلار، شاید اونطور که میگن بین 500 تا 700 میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیر مستقیم چنین طرح مخفی بود. جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری فایده است. شما امروز میبینید به خاطر دور زدن تحریم ها دکل های گم شده. از قدیم ما ضرب المثل داشتیم که ابتدا چاه را بکن بعد منار را بدوز. اینها توانستند دکل را بدوزدن بدون اینکه چای بکنن و سالها هم مخفی بکنن، هیچ جا هم صداش در نیاد. بنابراین جلوی این ضرر را گرفتن خب به نفع منافع ملی. بله. از طرف دیگه رابطه ملت ایران با غرب را، غرب به تدریج قادر نبود حساب ملت ایران را از نظام جمهوری اسلامی تفکیک کنه. به ناچار رابطه ملت ایران در این ایزولاسیون بین المللی با همسایگان و غرب داشت به شدت خراب میشد. رابطه تاریخی که ما همواره توانسته بودیم خوب نگه داریم. بله. در جنگ اول و دوم بیطرفی اعلام کرده بودیم، وارد هیچ جنگی نشده بودیم، اکنون داشت خراب میشد. جلوی اینم گرفته شد و اگر خطر جنگی هم بود سایه اون جنگ از سر ما رفت بود. اینا دلایل خوشحالی ماست. اما بلافاصله در مقاله گفتم که چه ضررهایی عاید ما شده و اون ضررها هم چیست. مهندس، حالا در حال حاضر امکان نیست که مسئولین رو معرفی بکنن یا کسی از اینها مؤاخذه بکند یا کسی اینها رو به دادگاه بکشد، اما مورخان آینده چه کسی یا چه کسانی رو مسئول این خسران ملی خواهند دانست به نظر شما؟ این منشأ این از کجا بوده؟ آیا از جنگ بود؟ چون من خواندم یه جایی که محسن رضایی نوشته است به خمینی که پیروزی امکان پذیر نیست مگر ما بمب اتم داشته باشیم یا چند هزار تانک اونچنانی، یعنی یک رقم وحشتناکی. یعنی مقصودش این بود که ما برنده نخواهیم بود، ما در حال شکست خوردنیم. این موضوع رو نخستین بار من فکر میکنم شاید از زبان این آقای محسن رضایی در نامه به خمینی، در حالی که اینها میگفتن این چیز حرامی است و شاه بسیار اشتباه کرده، این عمل خیانت آمیزی بوده و ما اتم به چه درد ما میخورد. شما بهتر از من میدانید این داستان ها رو. بله. و چه شد که یک مرتبه عرض کنم که میونبار خواستن بزنن به بمب اتمی؟ بله، ببینید اینها سالهای اول انقلاب بوشهر رو تعطیل کردن، قراردادشون رو با زیمنس آلمان فسخ کردن. بله. و در حقیقت به شدت بر علیه هر آنچه بودن که شاه کرده بود. شاه کارهای بسیار مفیدی کرده بود، اشتباهات بزرگی هم کرده بود. بله. اینها همه کارهای مفید شاه را هم در یک
عکس العمل بسیار کودکانه و ابتدایی. مثلا همه قراردادهای تسلیحاتی رو که ما با آمریکا داشتیم یکسره آقای دکتر یزدی در دولت موقت لغو کرد و اونها سپرده هایی رو که ما داشتیم توقیف کردن، که هم اکنون یکی از مطالبات ایران هست در عرض این سالها و بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشه، و در نتیجه خودشون به دست خودشون رو آماده حمله عراق کردن از یک سو. از یک سوی دیگر هم در چنین وضعی، در چنین آشفته بازاری، سخنان محرک آقای خمینی و توهین هایی که در سالگرد انقلاب ایران به تلگراف تبریکی که صدام کرده بود، از عللی بود که صدام را تحریک کرد که به ایران حمله کنه. نمیخوام به صدام رو در حقیقت مسئولیتش رو بزدایم، به صورت شروع جنگ با صدام بود، ولی میخوام عواملی را که اون رو تشویق کرد اینجا برجسته کنم و نشان بدم که چگونه ندانم کاری های ما، افکار خام، خیالات بچگانه، وارد نبودن به اوضاع، این مملکت رو در هنوز گل انقلاب نشکفته، باد خزان جنگ به آن وزید و 8 سال ما را تاراج کرد و ما را به وضعی انداخت که در سال آخر اینها به این فکر افتادن که اگر ما این بار نه تنها نیروگاه بوشهر رو، بلکه چنان که دکتر اعتماد میگه هدف پنهانی شاه را از ایجاد نیروگاه بوشهر که بمب اتمی بوده، من نمیدونم این درسته یا نه، از قول دکتر اعتماد فقط نقل میکنم، حتی اون رو هم تقلید کنن و مخفیانه به سمت تولید بمب اتمی برن، که گفت همونطور که اونجا نوشتم بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، بله بشکندش تخم در کلاه، آن را که از شعبده با اهل راز کرد، بله بیزه در کلاه، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، آن بله. را که از شعبده با اهل راز کرد، بله. و وقتی این به دست سازمان مجاهدین، ولی نمیدانم آیا به ابتکار سازمان مجاهدین یا فقط به وسیله اونها، افشا شد، ناگهان اینها دست پاچه شدند و شروع به مذاکره کردند، که داستان اون داستان مفصلی است و فکر نمی کنم که اینجا فرصتش باشه که دوباره از اول بیان کنم، ولی به هر صورت از اون به بعد اینها منکر این شدند که ما اصولا میخواستیم به بمب اتمی دسترسی پیدا کنیم، و مدعی شدند که چون دنیا به ما تسهیلات رو نمیداد، ما مخفیانه رفتیم سراغ آقای خان در پاکستان و یک تکنولوژی عقب افتاده ای رو که حاصل اون چرنوبیل بود وارد مملکت کردیم و میخواستیم به کمک اون انرژی برق تولید کنیم، و شما ما رو بی خود متهم میکنیم، و تا کنون هم پای این ادعای خودشون ایستادن، و در حقیقت ملت ایران به تازگی اجازه پیدا میکند که اینجا و اونجا اظهار نظر کنه، و البته اگر اظهار نظرش خطوط قرمز رو لغو کنه، بر اظهار نظر کنندگان همان خواهد رفت که بر هزاران نفری که جرأت کردن و اکنون ببخشید یا در قبرستان ها یا در زندان اوین هستند، بر اونها هم همان خواهد رفت. مطلب دیگری که خیلی مهم هست که هموطنان بدانند، نرفتن مرحوم پدر شما به آذربایجان، که در واقع می شود گفت پیروان بسیار بسیار مؤمنی داشتن در اونجا و می خواستن که ایشون اونجا باشد که ازشون سیانت و حفاظت بکنن، اما مرحوم شریعت مداری نرفتن. من چنین چنیدم که گفته بودن رفتن من به اونجا در واقع سبب می شود که فرصت طلبان سوء استفاده بکنن از وجود من. خواستم در این باب هم یک توضیح بفرمایید آقای شریعت مداری. بله ببینید، اینجا فرصت نیست که من طرز به وجود آمدن حزب جمهوری خلق مسلمان و فعالیت هایی که شد و دلایل اون رو بگم. به هر صورت در آستانه رفراندوم قانون اساسی، تلویزیون آذربایجان پدر من را که مخالف شرکت در رفراندوم قانون اساسی بود، به جل در تلویزیون نوشت از قول یک
شریعت مداری موهومی که می گفت که شرکت در رفراندوم وظیفه مردمه و باید شرکت کنه. مردم از پدر من پرسیدن برای اینکه در تناقض با آرای قبلیش می دارستن و پدر من اعلام کرد که این جعلی است. مردم ریختن رادیو تلویزیون تبریز را گرفتن برای اینکه بارها بهش اخطار دادن که باید این خبر رو عوض کنی و اونها با سماجت ایستادن که ما این خبر رو عوض نمی کنیم. بله. گرفتن و حزب خلق مسلمان را مردم خواستن تا بیاد اونجا رو اداره کنه. میلیون ها آدم در خیابان های تبریز تظاهرات می کردن. ارتش به ما پیوسته بود. پزشکان و پرستاران پیوسته بودن. اساتید دانشگاه بسیارشون پیوسته بودن و فضا بسیار ملتهب بود. آقای بازرگان به آذربایجان رفته بود و سخنرانی میکرد و درست همون حرفی رو زد که آموزگار قبل از انقلاب موقعی که مردم آذربایجان قیام کرده بودند در سفر به آذربایجان گفته بود و گفت که اینها یک مشت خارجی بودند که از اون سر مرزها آمدن و آذربایجان رو میخوان شلوغ کنند. عجب. در چنین جوی حکومت و آقای خمینی دائما تکرار میکردند که این تجزیه طلبان هستند که در آذربایجان به خیابان آمدن، در صورتی که در ابتدای انقلاب مردم آذربایجان خودشون رو مالک این انقلاب میدونستن، فکر بله. میکردن که با قیام تبریز این انقلاب شروع شده و چنان در این انقلاب که یک انقلاب ملی اون رو میدونستن ادغام شده بودن که حتی اونهایی که از دوره پیشوری در صدد جدایی آذربایجان بودند و بقایاشون مقدار بسیار کمی در آذربایجان مانده بود، جرأت عرض اندام به هیچ وجهی در اون اوضاع نداشتند و مردم نه تنها خودشون رو مالک اصلی کشور میدانستند که به هیچ وجه چنین زمزمه‌ای نبود. پدر من میدانست که این نقشه آقای خمینی است و مردم تحت تاثیر احساسات میخوان ایشون با آذربایجان بره، ولی آقای خمینی میخواهد به یک جنگ داخلی با آذربایجان بپردازد و این جنگ حیدری نعمتی رو راه بندازه. کما اینکه احمد خمینی به خود من گفت که اگر آذربایجان آرام نشه پدر من به شورای انقلاب دستور داده که آذربایجان رو مانند کردستان بمباران کنه. عجب. بله. و یکی از دلایلی که ما سعی کردیم که این اوضاع با مسالمت پایان پیدا بکنه جلوگیری از چنین جنگی بود، برای اینکه در چنین فضای احساساتی عظمت این کار مرحوم پدر من در اینجا مشهوده. بله. که هر رهبر عادی سیاسی از این اوضاع استفاده میکنه با چند سخنرانی آتشین. بله. مردم بیشتر به خیابون بکشون. ایشان به شدت جلوی این کار رو گرفت. آذربایجانی هایی که به قم ریخته بودن تا در خونه آقای خمینی رفتن و آقای خمینی اولین سکته خودش رو از ترس این آذربایجانی هایی کرد که تا در خونش ریخته بودن و پدر من جلوی اونها رو گرفت که به خونش بریزن و شاید قصد قتلش رو داشتن و در نتیجه این مسالمت رو حفظ کرد، برای اینکه در فضای انقلاب یک جنگ ترک و فارس به وجود می اومد و احتمال این بود که این جنگ همه ایران رو به آتش بکشه و پدر من در حقیقت با حفظ نفس خیش و به قیمت از بین رفتن خودش حاضر نشد که چنین ماجراجویی سیاسی بکنه و به آذربایجان هم نرفت تا چنین اتهامی تثبیت نشه. آقای شریعت مداری، سختگیری ها نسبت به پدر شما از کجا آغاز شد که خمینی واقعا تصمیم گرفت اون کارهای خیلی خیلی زشت و واقعا در حق پدر شما انجام بدن؟ در حالی که این آقای حاج روح الله هم به لحاظ علمی فرودست بودن نسبت به پدر شما، هم پدر شما به گردن ایشون حقها داشتند و این مرد مذهبی بود، این خمینی علی‌الظاهر، چه شد که این سختگیری ها آغاز شد واقعا؟ بله، ببینید، از همون ابتدای انقلابیشون روز اولی که آمده بود به پسر آقای نجفی، آقای حاج آقا محمود نجفی که الان رئیس کتابخانه آیت الله مرعشی در قم هست، کتابخانه بسیار بزرگی که آثار خطی داره، ایشون رفته بود در مدرسه رفاه به دیدن آقای خمینی از طرف پدرش.
آقای خمینی گفته بود که به آقای شریعت مداری بگو که چوب لای چرخ من نگذار. یعنی ایشون از همون موقع اعلام جنگ داد و دائما در صدد این بود که وسیله ای پیدا کنه پدر من را از بین ببره. ابتدا یک خبر جعلی گذاشتن که ترکی ادعی تروریست از افغانستان فرستاده تا آیت الله شریعت مداری رو ترور کنه، برای اینکه پدر من یک اعلامیه ای در حمایت از مردم افغانستان و در تقبیح لشکرکشی روسیه به اونجا داده بود. پیروان زیادی در افغانستان داشت و دستگاه آقای خمینی بعد آقای به اسم توحیدی کتابی نوشت گفت این را مقدمه ای کرده بودیم و یک تیم ترور به قم فرستاده بودیم به سرپرستی من که آیت الله شریعت مداری رو بکشه، اما موفق نشد. این کتاب در آلمان چاپ شده و به چندین چاپ رسید. عجب. بله. بعدها میخواستند بمب انفجاری بگذارن، یک روز میخواستند حمله کنند که در حقیقت یکی از منشیان پدر من مرحوم آقای محمودی در ترورش کردند. بعد در پشت بام یکی از پاسدارهایی رو که از منزل ما محافظت میکرد زدند و دائما در صدد این بودند که من رو تعقیب کردند، در اتوبان میخواستند ترور بکنند و دائما دنبال این برنامه ها بودند. تا اینکه شما اگر نمیدونم چقدر فرصت دارید، اگر من این قضیه رو بشکافم قضیه بسیار جالبی است. بفرمایید بفرمایید. کتابی در آمریکا چاپ شده که اسناد KGB هست. آقای متروخین آرشیویست KGB که یک سال قبل از فروپاشی شوروی به آمریکا پناهنده میشه، مقدار زیادی از اسناد KGB رو میاره و اونجا با یکی از اساتید آمریکایی اینها رو تنظیم میکنه و چاپ میکنه. ایشون دو جلد با اسناد بی همتا از آرشیو KGB اسناد رو بیرون آورده و در بخش ایران که البته وزارت اطلاعات هم این کتاب رو ترجمه کرده، بخش ایرانش رو که فقط مربوط به شاه رو گذاشته، مربوط به آقای خمینی رو همه رو حذف کرده. اصلش رو میتوانند دوستان از آمازون بخرن، وجود داره و بخوانند. عنوان کتاب عنوان کتاب چی است آقای شریعت مداری؟ میتروخین آرشیو. میتروخین آرشیو، میتروخین هم است MITROKHIN. آها. میتروخین آرشیو جلد 1 و 2. در جلد دوم قسمت ایران میتروخین می نویسد که ما انقلاب را می خواستیم تصاحب کنیم و فکر می کردیم که این روحانیت نخواهد توانست بر سر کارها باشه و به حزب توده گفته بودیم که باید به اینها نزدیک بشی و اینها را از آمریکا دور بکنی و به ما نزدیک بکنی. دو شخصیت لیبرال بودن که ما می خواستیم از بین ببریم، مهندس بازرگان و آیت الله شریعت مداری. اینها رو بزرگترین مانع میدونست. حزب توده دو نفر از ایادی نظامی خودش رو به اسم آقای کبیری و عطاران میفرستد که بعدها گرفتار شدند، در گرفتاری حزب توده و اعدام شدند. اینها رو میفرسته سراغ آقای قطب‌زاده که ناراضی شده بود و خونه نشین شده بود که چه نشسته ای که مملکت، آقای خمینی مملکت رو به روز بدی انداخته و ما عده زیادی در ارتش هستیم، حاضریم تو رو پشتیبانی بکنیم و تو در حقیقت کارها رو به دست بگیری، آقای خمینی رو خانه نشین بکنی. چون قطب‌زاده شدیداً طرفدار آقای خامنه‌ای بود، خمینی بود، حاضر نبود بر علیه اون کاری بکنه و قبول میکرد که فقط آقای خمینی محترمانه کنار بمونه و ایشون کارها رو اداره بکنه، اینطور که از اسناد در آمده و یک کودتا بکنه. قطب‌زاده با سادگی شروع کرده بود، انسان سیاسی بود ولی نمیدونم در اون دوره چگونه چنین اعتمادی به این افراد کرده بود. اینا فرستاده حزب توده بودن. بعدها کیانوری در نامه‌ای که به آیت الله خمینی نوشت
نوشت که من این خدمات رو برای شما کردم، اینها رو در کنار قدساده نشوندم، کودتای نوجه رو لو دادم و اکنون شما این رفتار رو با من. به هر صورت قدساده یک روحانی را که پدر من اون رو ترک کرده بود به خاطر اینکه اهالی محل از او بسیار شاکی بودن و به فساد اخلاق متهمش میکردن، از مسجد خودش پدر من بیرون کرده بود به اسم مهدوی و به جای او آقای حسینی آذرشهری رو فرستاده بود، اون رو به کمک دکتر مناقبی میفرستند به قوم که ایشون نادم شده از کار خودش، چندین سال است که انسان درستکاری شده و شما چون اون موقع به ایشون این صدمه رو زدید بیاید یک دلجویی بکن. ایشون میاد و پدر من ازش دلجویی میکنه، ایشون میگه من اما از طرف آقای قطزادم آمدم و ایشون یه همچین خیالاتی داره و کمک شما رو میخواد، نکند که در پس این اعزام همین فرستادگان حزب توده و آقای حجازی که بعدها اعدام شد و رفیق و هم منقل احمد خمینی بود وجود داشته و هدف از این کار حذف پدر من بوده نه کودتای قدساده. پدر من نصیحت میکنه که این کارها به جایی نمیرسه، موجب خونریزی میشه، شما این کار رو نمیتونید بکنید، برید پی کارتون. ایشان میآید تهران ولی همین یک بار دیگه میاد و تقاضای وام خونه میکنه. پدر من چون مشکوک بوده وامی به ایشون میده 150,000 تومان، به ایشون میگوید که 10 تا سفته بنویس و به صندوق ذخیره جاوید که پدر من در اون حساب داشت و این آقای اسکرولادی و دیگران رو اساش بودن برو بده اونجا تا ماهی 10,000 تومان قسط این خونه رو بدید. پدر من از این کارها زیاد میکرد، از این کارهای خیلی، ولی این بار گفته بود به این صندوق ذخیره جاوید بده برای اینکه احساس میکرد یه نقش پشت این باشه. همین دو قضیه باعث شد که علم کنن که آقای شریعت مداری میخواست کودتا کنه یا از کودتا اطلاع داشت و اطلاع نداده بود. ریختن دار تبلیغ اسلامی رو گرفتن، منزل ایشون رو گرفتن، 2 روز مملکت رو تعطیل کردن و ایشون رو که مید آقای کدیور مجموعه بسیار بزرگی محققانه با استناد به همه اسناد جمهوری اسلامی نوشته و نشان داده که از روز ابتدا آقای خمینی میدانست که پدر من مریض هست و احتمال کانسر پروستات، احتمال سرطان ریه و پروستات داره و با این وجود ایشون رو نگذاشت که بستری بشه، 3 سال در خانه نگه داشت تا ایشان در حقیقت آقای خمینی با علم به این که ایشان در چنین وضعیتی است، ایشون بارها در نامه های خودش نوشت و وضعیت خود رو تشریح کرد، به مرگ تدریجی محروم کرد تا 3 سال بعد ایشون در بیمارستان فوت کردن و در عرض این مدت فقط اقربای درجه 1 میتونستن ایشون رو ببینن و سختی های بسیاری به ایشون گذشت. این آقای ری شهری فلاحیان و دیگران آمدن به ایشون توهین ها کردن، صحبت هایی رو که ایشون کرده بودن مونتاژ کردن، بیش از 18 ساعت بازجویی را تبدیل به چند دقیقه خواندن از روی یک ورقه کردن. آقای ری شهری آمد 1 ساعتی رجز خواند و بعد این چند دقیقه نوار ایشون رو پخش کرد و به این ترتیب سعی کردن اعتبار اجتماعی ایشون رو از بین ببرن و قبل از بین بردن شخصی ترور شخصیت بکنن که البته مدت ها توانسته بودن این شایعات رو ادامه بدن ولی به تدریج ملت آگاه شدن و امروز من خبر دارم محبوبیتی که پدر من داره بسیار بیشتر از اغلب کسانی است که امروز وجود دارن و مردم تفاوت ایشون رو با بقیه روحانیون به خوبی میدونن و در نتیجه نقشه ایشون منجر به حذف ایشون شد ولی منجر به محو اسم ایشون از صحنه تاریخ نشد. بله، من یه مطلبی دیگه از پدر شما به یاد دارم که نقل قول است از واشنگتن پست خوندم اینها که از ایشون پرسیدن شما اختلاف نظر دارید با آقای خمینی و ایشون گفته بودن بعد معلوم خواهد شد
چه کسی درست میگفت و چه کسی نادرست میگفت. من این رو شخصا بیاد دارم که نقل قول بود از مرحوم پدرتون در این باب، در این مناقشاتی که اتفاق افتاد. شما هرگز آقای خمینی رو از نزدیک دیده بودین؟ مطمئنن رفت آمدها داشته به منزل شما، احتمال میدم. بله، ببینید در دوره ای که ایشون منزوی بود و خانه نشین بود، خب من در کوچه سیدی رو میدیدم که به تنهایی میاد و میره. ما در کوچه که بازی میکردیم میومد و میرفت و حتی یکی دو نفر هم همراه نداشت. قضیه از این قرار بود که ایشون بسیار کوشش کرده بود که آقای بروجردی رو از بروجرد به جای آقای حجت که مرجع تقلید بود بیاره و به جای ایشون بنشونه و ابتدا از نزدیکان آقای بروجردی بود. در کوشش های فدایان اسلام آقای بروجردی داد فدایان اسلام رو از مدرسه حجتی بیرون کرد. بله، بعد از اینکه نواب صفوی گرفتار شد، آقای خمینی آمد به اصرار، خیلی نزدیک به اینا بود و اینکه چقدر نزدیک بود و چه روابطی داشت در پرده ای از ابهام، ولی بسیار نزدیک آمد و از آقای بروجردی خواست که به نفع نواب صفوی یک اطلاعیه بده و جلوی اعدامش رو بگیر. آقای بروجردی تندی کرد و گفت که اینها مملکت رو به هم زدن، من یه همچین کاری نمی کنم. ایشون اصرار کرد. این دربان آقای بروجردی بعدها نگهبان دارالتبلیغ هم شده بود، شخصی بود به اسم مشتسن، یه شخص قوی الجثه بود. گفت که آقای بروجردی من رو صدا کرد و گفت که مشتسن بیا کمر این سید رو بگیر پستش کن توی کوچه. من آمدم اینو پرت کردم توی کوچه و او از ترس رفت و مادامی که آقای بروجردی بود، ایشان فقط در منزل به دو نفر، همونطور که آقای منتظری هم در درس‌های خودش نوشته، به دو نفر درس شرح اسفار میداد، اونم آقای منتظری و آقای مطهری بود. جرأت این که از منزل بیرون بیاد نداشت. قدرت آقای بروجردی اونطور اینطور بود و این که آقای خمینی را آدم با شهامتی میدونن، شهامتش رو باید از این اندازه بگیرن که در اون دوره در مقابل آقای بروجردی چگونه منفعل شد و منزل نشید. عجب. ولی مرگ آقای بروجردی فرصتی بود که فدایان اسلام و طرفداران آقای کاشانی که مانده بودن به سرعت دور ایشون رو بگیرن و ایشون فرصت طلایی پیدا کرد که با مخالفت با شاه خودش رو مطرح. آقای مهندس مجرد مداری، از شما خیلی سپاسگزارم. وقت ما متاسفانه به پایان رسید. مطالب خیلی جالب و بعضیشان بسیار تازه بود، برای خود مخلص تازگی داشت، به خصوص این آرکایوی که اشاره فرمودین. من توصیه میکنم هموطنان پیدا بکنن و بخونن و خود بنده هم خواهم گرفت از آمازون. من توصیه میکنم این کتاب رو بخونن. خاطرات این شخص نسبت به ایران بسیار خواندنیست و دست اولتون از آرشیو کی‌جی‌بی است. و یه بار دیگه نام رو تلفظ بفرمایید هموطنان که نمیدن یادداشت کنن. ایتگوخین آرشیو جلد دو و سه، جلد یک و دو در آمازون، در گوگل که بزنید تو کتاب های آمازون هم برید این میاد و میتوانید اختیار کنید. خیلی هم گرون نیست، جیبیش فکر میکنم در حدود 20-25 دلار بیشتر نداره. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم دوست عزیز، بسیار ممنونم که صبح به این زودی در واقع وقت خوابتون رو گذاشتید و لطف کردید تشریف آوردید با ما صحبت کردید، با هموطنان صحبت کردید. از شما خیلی خیلی ممنونم. منم از شما متشکرم. شب و روز شما بخیر. هموطنان گرامی، صحبت میکردیم با آقای مهندس شریعت مداری در آلمان. همونطور که توجه فرمودید مطالب خیلی جالبی گفتن در باب مناسبات پدرشون آقای شریعت مداری و آقای خمینی و نوع نگاه خمینی. پیداست که از قدیم اهل شر بوده. حتی من شنیدم که آقای بروجردی گفته بود از سید این دیگ رو به هم نزن، ما میدانیم در این دیگ هیچ نیست جز این که شما شر بزرگی برای جامعه درست کنید. باری خیلی خیلی از شما سپاسگزارم، از سپهر گرامی و شما وطنان بزرگوار که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.